منتقدان درباره ملاقات خصوصی چه گفتند؟ آریا قریشی: ملاقات خصوصی به ما نشون میده که میشه در دل الگوهای ظاهراً تکراری مسیرهای نسبتاً تازه‌ای رو پیدا کرد. اولین فیلم بلند امید شمس میتونست یکی از همون فیلمایی باشه که از دغدغه‌های اجتماعی فقط دفرمه کردن همه چیز، آزار دادن چشم تماشاگر با نمایش انواع عنصر بدریخت و کریه و نمایش شخصیت‌های منفعل و کرخت رو یاد گرفتند. اما ملاقات خصوصی در مسیر دیگه حرکت میکنه. امید شمس در اولین ساختش تلاش کرده تا یه رابطه عاشقانه رو از دل تمام تباهی‌ها بیرون بکشه و در این امر تا حدود زیادی موفق عمل کرده. آزاده جعفری: ملاقات خصوصی متاسفانه از اون فیلمایی که در انتخاب پایان بندی سرگردانه و دقایق پایانی فیلم کش میاد. من شخصا پایان تلخ رو ترجیح میدادم که احتمالاً تماشاگران عادی رو پس میزد، اما قطعاً تکان دهنده تر بود. در این صورت در گروه فیلم‌های قرار میگرفت که با ترانه جاودانه بنگ بنگ نانسی سیناترا و شعر پیوند داره. مجید اسلامی: در مجموع به عنوان فیلم اول چه در صحنه پردازی و چه فضاسازی و بازی گرفتن قابل قبوله، ولی چیزی که آدم رو نگران میکنه عدم تعادل در قصه گویی و شخصیت پردازیه که البته مشکل بسیاری از فیلم های ریالیستی این سال هاست. مسعود فراستی: فیلمنامه بی خودی کش اومده و جاهایی هم کم داره و این کم داشتن رو بعضن با کارگردانی خوب جبران کرده. برای مثال سکانس ملاقات اول که کرکره بالا میره، جای دوربین و حرکت اون در ادامه به زندان بسیار خوبه که نتیجه کارگردانی است. به این معنی که این فیلمساز فیلم کوتاه ساز از پس کارگردانی بلند بر اومده. روابطی که در زندان نشان میده ترجمه است، چرا که روابط داخل زندانهای ایرانی به شکل دیگه ای اومده و آدمهای کلیشه‌ای رو نمایش میده. مدیسا مهراب‌پور: ملاقات خصوصی یه فیلم دوپاره است. فیلمی که نکات مثبتش اون از پس زمینه اصلاح معیوب فیلم اجتماعی که در سینمای ایران باب شده جدا میکنه، اما به واسطه این ضعف‌های فیلمنامه نویسی نمیتونه بدل به اثری در هم تنیده بشه که در اون دو گانه فرم و محتوا به یک سنتز قابل توجه برسن. امید شمس فیلمی ساخته که هرچند در ذیل همان گونه فیلم‌های اجتماعی درباره فقر و طبقه بی‌بضاعت قرار می‌گیره، اما از همه الگوهای پیشین چنین فیلم‌هایی فراتر می‌ره. نکته این تفاوت البته به جهان‌بینی متفاوت فیلمسازی برمی‌گرده که نه تنها از بطن همون طبقه اومده و همه اون مناسبات رو زندگی کرده که حسی همدلی برانگیز با قهرمانش داره و خودشو کنار اون قرار میده. این در حالیه که مثلا روستایی که اون بزرگ شده همین طبقه است. مادام چشم ناظر خودشو بیرون از طبقه قرار میده، شمس کنار قهرمانش میسته. مهرزاد دانش: امتیاز اصلی فیلم روان بودن قصه‌شه. اونم در جشنواره‌ای که اغلب فیلم‌ها پر لکنت و پر ادا هستند. حیف که فرجام ماجرا به تشتت فرو می‌غلطه، چه در انگیزه رفتاری آدم‌های داستان و چه در پایان بندهای متعددش. علی ملا صالحی: فرهاد یا هوتن شکیبا در تضادی آشکار با اون چه در سینمای این سالهای ایران دیدیم، یه ناظر منفعل با عنصر خشونت کور نمیشه. فیلم با دستاویزی به نام پایان باز بار قضاوت رو به دوش تماشاگرش نمیندازه. فیلم ساز تا ته خط قبول مسئولیتش میره. اینجاست که ملاقات خصوصی پوسته تعریف محدود فیلم اجتماعی رو باز میکنه و از توریسم فلاکت به یه رومانس تاثیرگذار تبدیل میشه. محمد رضا مقدسیان: در نگاه اول انگار ما در حال تماشای یه سریال خلاصه شده هستیم، چرا که ملات یا داستانهای بسیاری رو برای این اثر به کار گرفته و یه داستان میاد و رها میشه و ادامه پیدا میکنه.
انگار که از پس این متریال بر نیومده و انگار نگرانی بابت داستان و خورده پیرنگ رو اینطور جبران کرده که ایده ها، موقعیت ها و شخصیت های زیادی رو به کار بگیره، اما از پس مدیریت اونها بر نیومده. آرش پارساپور، هوتن شکیبا در سالهای اخیر نشون داده که چقدر خوب میتونه رول مرد عاشق میشه رو بازی کنه. اون بار دیگه در ملاقات خصوصی دست به همین هنرنمایی زده و تونسته مثل همیشه بدرخشه. پریناز ایزدیار هم همون دختر معصوم همیشگیه که این بار عاشقونه تر از همیشه ظاهر شده و شیمی بین اون و هوتن شکیبا به طرز شگفت‌انگیزی ماهرانه از آب در اومده. عباس مدهجی، جذاب‌ترین ویژگی ملاقات خصوصی شاید هماهنگی نماها و موسیقیه. نواهایی که هوشمندانه روی قاب بندی ها و حرکات دوربین نشسته و فضا رو برای تماشاگر کنجکاو قصه نه تنها دلچسب تر میکنه که به اون زمان میده جرعه به جرعه سکانس رو مزه بکنه و بعد فرو بده. افشین علیار، انتخاب ایزدیار و شکیبا به شدت نکته منفی فیلم. چقدر باید ایزدیار رو در چنین نقش هایی ببینیم و شکیبا چرا باید همیشه به این اندازه خاکستری بازی کنه؟ این فیلم اگه تدوین مجدد و زمان اون کوتاه بشه میتونه برای مخاطب عام جذابیت نسبی داشته باشه. سلام سینما، اگر ویدیومونو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.